حشر رو بگیر. سلام همه دوستان، اینجا برنامه آنباکس و من اومدم براتون یه دونه چراغ کمپینگ از پرودو آنباکس بکنم، از محصولات لایف استایل پرودو و اینکه پورتاب لامپه و پشکشه، یعنی هم لامپ کمپینگه هم پشکشه توی کمپینگی که البته توی اتاق اینا میشه ازش استفاده کرد. یه دونه رنگ سفید و توسی هم داره دیگه. بریم آنباکسش بکنیم ببینیم که این محصول چجوریه و کاراییش. خب بسنده‌ای که با کریم، یه جعبه کاملا ساده، یه دونه دفترچه که نیست، یه دونه کاغذه که روش کیوآر کده، یه دونه کابل تایپ A به تایپ C داخلش بود و یه دونه خود محصول که این محصول فکر می‌کنم اینطوری باز بشه. آره اینطوری باز میشه. خب بریم سراغ بخش اول، یعنی طراحی. تو بخش طراحی میتونم بگم که بد نیست، چهره خوبیه، آژانس پلاستیکه. این قسمت بالا باز میشه برای باتری، سه تا باتری قلمی میتونیم داخلش بندازیم، یعنی با باتری هم کار میکنه. یه دونه دسته داره اینجا که این باز میشه، اینطوری تا میشه و باز میشه. یه دونه همین دسته باز یه قلاب داره که شما بتونید سقف چادر یا جای آویزونش بکنید و بسته هم میشه. این به صورت کشویی، این قسمت پشکششه و این قسمت هم میتونید ببندیدش و پشکش نباشه. یه دونه اینجا جای شارژ شدن داره که تایپ C میخوره. این قسمت کلا پلاستیکه و این قسمت سفیده. وقتی که اینطوری میاد بالا یه حالت چراغ طوری میگیره، اگر پایین باشه از اینجا شما نور رو دارید که زیرش یه دونه LED قرار گرفته. دو تا دکمه این قسمت قرار داره که این دکمه ها یکیش برای چراغشه که اینو بکشیم بالا این سفیده روشن میشه، یه دونه هم برای پشکششه که اینو باز باید بکشیم بالا و سه حالت داره. آره سه حالت داره، یه دونه چشمک زن، یه دونه نور کم، یه دونه نور بیشتر. یه دونه این برای پشکششه که الان غیر نورش کمه، فکر می‌کنم شارژ نداره. نکته آخر هم بهتون بگم که این 160 گرم وزن داره. بریم سراغ بخش کارایی و کیفیت. 9 تا LED با نور 395 نیوتن متر داره که قشنگ پشه ها رو جذب میکنه و وقتی پشه ها جذب شدن به این بلزها میخورن و میمیرن. بخش چراغش هم 80 لومن نور با توان 5 وات داره. یه باتری 1800 میلی آمپری داره که میتونید با یک آداپتور 5 وات 1 آمپر شارژش بکنید و میتونید هم بدون شارژ داخلی، یعنی با سه تا باتری قلمی شارژش بکنید. با باتری استفاده کنید، فقط دقت کنید زمانی که میخواید از باتری استفاده بکنید شارژش بکنید باید باتری رو توش خارج بکنه. کارهای خاصی نداره، ولی بریم سراغ بخش آخر، یعنی بخش نقاط مثبت، نقاط منفی و ارزش خرید. از نظر نقاط مثبتش اگه بخوام بهتون بگم، اینطوری کم جا بودنش به نظرم کاربردیه، تو کم خیلی میتونه به دردتون بخوره و اینکه دو کار است باز خودش کاربردیه، چون شما مثلا خیلی وقتا فقط چراغ سقف، حتی چراغ سقفی که برای چادر میبرید این خیلی کوچیک‌تره، ولی خب توی کم به نظرم خیلی به درد میخوره و اینکه توی اتاق خوابم میتونید استفاده کنید، یعنی فقط برای کمپ نیست. اینم جذابه. نکته بعدی هم که داره اینه که هم با باتری هم با شارژ شدن کار میکنه که اینم جزء جذابیتشه، چون تو کم شما سه روز اونجایی باید با باتری کار بکنید، با باتری کار نکنید فقط شارژ بشه داستان داره، یا باید کام اینورتر داشته باشه که بزنی اینو شارژش بکنی، یا هیچی دیگه به درد نمیخوره، یا با پاور بانک شارژش کنی. نکات منفی، دو تا نکته منفی من توی این دیدم. یکی اینکه ضد آب نیست، چیزی در مورد ضد آب بودنش ننوشته، و اینکه استحکام بدنش اونجوری که باید برای کمپ به نظرم خیلی نیست، امکان داره توی زمین خوردن. به نظرم خیلی خوبه ها، نه اینکه خیلی بد بشه، ولی متوسطه. معمولا تجهیزات کمپینگ خیلی محکم و مثلا چقر و بد بدنه، این اونجوری چقر و بد بدن نیست، ولی به خاطر همین دارم میگم امکان داره جزو نکات منفیش باشه. این ضد آب نبودنش هم به خاطر اینکه تو کمپ چون بارون امکان داره بیاد، امکان داره زیاد دچار مشکل بشید، ولی خب اگه تو چادر استفاده کنید هیچ مشکلی نداره. ارزش خرید با توجه به قیمت 1.5 میلیون تومانی که هلو هوشن توی توی بازار این داره، به خاطر دو کاره بودنش، یعنی هم چراغ قوه است، هم چراغ، یعنی چراغ کمپیه، هم پشکشه، میتونه گزینه خوبی باشه. باز با توجه به نکات مثبت و منفی شما باید انتخاب بکنید که این گزینه خوبیه یا نه، توی کامنت ها برام بنویسید. ولی به درد کمپا و سفرهای سبکتر میخوره، به درد کمپا و سفرهای خیلی سنگین و سخت و اینا میشه چیز مقاومتر به نظرم خرید. باز نظر شخصی من. نظر شما برام مهمه، توی کامنت ها حتما بنویسید. خیلی مخلصم، این محصولم پرودو فرستادم، مرسی که فرستادم برای بررسی. پیجشون هم میذارم براتون.